خانم آقایان سلام و درود بر شما. از امشب تا چند شب آینده رادیو هفت میزبان مردیه که نوای موسیقیش در گوش بسیاری از ما تنین انداز هست و هرگاه خبری به گوشمون میرسه درباره کار جدیدی که ساخته، همه منتظر هستن که ببینن که این اثر جدید چه شگفتی به بار میاره. مردی که اگرچه موهای سفیدی داره اما یکی از جواندلترین هنرمندان این مرز و بومه، آقای لوریس چکنوالیان. خیلی خوش آمدید. سلام هستیم، خوشحالم که اینجا هستم در حضور جناب عالی هستم. داریم راجع به هنر رو باید صحبت کنیم. خیلی خوشحالم. البته بیشتر میخوایم درباره یک هنرمند صحبت کنیم با هم دیگه تا هنر. خواهش میکنم. اتفاقا من راجع به موهای سفیدم گفتم، من یه شعری گفتم راجع به اون. چی بوده؟ میخوایم روی موبایلمه بعد اون روشن میکنم به شما میگه. شعر جالبیه که تو قسمت آخر، پس قسمت آخر گفتگومون اون شعر رو بخونید برام. اون شعر براتون. بله بسیار. استاد کلمه لوریس یعنی چی؟ لوریس اسمیه که آخر من نفهمیدم، چون تو ایتالیا هم شنیدم اسم ایتالیایی لوریس، تو فرانسه هم شنیدم لوریس، ولی پدرم اسم منو گذاشته لوریس چون یک سلشکر در روسیه بود به نام لوریس ملیکوف که سه روزم پادشاه اونجا رو، یعنی قدرت اون گرفته بود که بر علیه کمونیست‌ها اینا، و جنگ‌های خیلی زیادی اونجا فکر می چیز کرده بود، جنگایی که پیروز شده بود. بله. تمر روسیه بود به نام لوریس. لوریس ملیکوف، تا تاثیر لوریس ملیکوف اسمش شد لوریس. ولی از کجا این اسم میاد من نمیدونم. و چکنواریان ریشه چکنواریان هم خیلی جالب این داستان، چون وقتی فتحعلی‌شاه ارمنستان شرقی رو به روسیه متعلق میبازن به روسا قرارداد میدونن که 1828، خب ناخودآگاه ارامنه که ایرانی بودن در اصل، قرنا اینجا پایگذار این کشور با کوروش کبیر ارامنه بودن، ولی متاسفانه به خاطر مسائل سیاسی موقع قاجارا ملحق شدن. بله، شاه عباس خب ارمنستان غربی رو باختن به عثمانی ها که اونجا نتیجه اون جنگ هم قتل عام این نسل کشی ارامنه بود که مادرم توی گاری زیر پهنا فرار کردن به ایران. ارمنستان شرقی هم خب فتحعلی‌شاه خب تقدیم کرد به روسا، ولی پدر بزرگ پدرم که ایرانی بودن ارمنی بودن اعتراض کردن و رفتن بالای کوه، رفتن کوه، گفتن من نمیرم با روسا زندگی کنم. ولی خب تو کوه زندگی کرده 70 سال. اینه به ارمنی میگن چکنابور. چکنابور یعنی تاریک دنیا. این میره تاریک دنیا میشه، میگه اصلا نمیخوام، من میره زندگی کنه. ولی 70 سال نمیم چه اتفاقی میفته، تو خواب چی دیده، میاد از کوه میاد پایین و بعد میاد ازدواج میکنه 5 تا پسر. پسرش که یکیش پدر شما، که یکی از اونا پدر بزرگ، یعنی پدر بزرگ من بوده. و وقتی پدرم در ارمنستان شرقی زندان شوروی بود و وقتی روسا حمله کردن به ارمنستان، شوروی ها اومدن، خب در یک روز 20,000 نفر کشتن اونجا و بله عموهای من و همین ها رو کشتن اونجا و پدرم هم زندانی بود اونجا و اونو فرار کردن. اسم واقعیش آبتیسیان بود، ولی از اینکه نتونن دستگیرش کنن پیداش کنن، اسم پدرش بزرگش برداشت شد چکناور. چکناوریان، یعنی در واقع چکناور یه لقب بود به خودش داده بودن که یعنی از نسل تارک دنیا. ولی با وجود این روسا متوجه شدن و متفقین وقتی اینجا بودن، اونا که از زندانای روسیه شوروی فرار کرده بودن همه یکی یک میگرفتن و اومدن در ایران. من بچه بودم، 5 سالم بود وقتی سربازای روسی اومدن خونه ما و جلوی چشم ما میخواستن پدرم بکشن. پس بذاریم به اینجا برسیم. همه فکر میکنن که شما مثلا متولد یروانید یا متولد شهری در ارمنستان، ولی من در بیوگرافی شما خوندم که شما متولد بروجرد هستین. من لورم بروجردیم. در بروجرد چه کار میکردیم؟ همین، پدر بزرگ من خب و از فراری ارمنستان غربی بودن موقع قتل هم. بله. دکتر بودن، اومدن اینجا و ماموریت داشتن برن بروجرد. دکتر رئیس بهداری بروجرد بودن و دکتر شخصی آیت الله بروجردی بودن و پدر من خب از زندان استالین که فرار کرده بودن، موقع بروجرد شهری بود که خیلی
بیزنس پروژه خیلی خوب بود، باید که راهن میکشیدن خورم آبادا. پدرم اونجا عاشق مادرم شد، بعد خب این عشقم به جایی شد که پدر بزرگم میخواستن به پدرم اجازه بدن که ازدواج کنه. مادر هم ارمنی تبار بودن؟ دیگه مادر از فراری قدام بودن دیگه. ایشون هم همینطور. آره، پدرم از ارمنستان غربی شرقی بودن، مادرم از ارمنستان غربی. اینجا دیدن هم دیگه عاشق هم دیگه شدن. و چرا پدر بزرگ مخالف بودن با این ازدواج؟ چی میدونم، آدم همیشه نمیدونم چرا دخالت میکنن مردم تو عشق. نباید دخالت کنن تو عشق، نباید دخالت کنن. عشق یه چیز روحانی است، یه چیز بزرگی، یه چیز زیباست. حالا یه نفر از یه نفر 15 سال بزرگتر یا 10 سال، نباید دخالت تو این کارا داشته باشه. خیلی خب. خواهر برادرم دارید؟ دو تا خواهر دارم. بله. دو تا خواهر. هر دو در ایران هستن یا من یکی آمریکاست، یکی اتریشه. پس شما در اینجا بودید. خب شما ولی خب نه، شما وقتی میگه ارمنستان خب همه ایرانن. فرنگ ایران، اینا همه ایرانه. متاسفانه ایران بله بزرگ. خب متاسفانه خب به علت سیاسی سیاست این ارمنستان تقسیم شما بین ترکا و روسیه، چنانچه ارمنستانی که از 28 پادشاهان بودن که با کوروش کبیر ایران را تشکیل دادن و از اون موقع همیشه اینجا بودن. بسیار خوب. خب میخوام درباره کودکیتون بپرسیم که چی جوری بود و در کجا گذشت و چه چیزهایی به خاطرتون هست، اما اگر اجازه بدین ادامه گفتگومون رو فردا شب برای مردم پخش کنیم. سپاسگزارم. متشکرم از شما که امشب بیننده برنامه ما بودید. خانم آقایان، شب بر شما خوش. از دیشب گفتگوی ما با استاد لوریس چکناباریان آغاز شد درباره زندگیشون و موسیقی. البته زندگی و موسیقی برای شما از هم جداست یا نه؟ نه، موسیقی و زندگی من با هم از کودکی بوده و تا آخر عمرم هست، جزء زندگی منه. خب دیشب درباره مصاحبه‌مون درباره این بود که شما در واقع در کجا متولد شدید و ماجرا چی بود، اما به ما نگفتید که در چه سالی و چه ماهی چه روزی به دنیا اومدید. من در مهر ماه متولد شدم، 21-22 مهر ماه متولد شدم، 1316 در بروجرد. و همیشه میگم افتخار میکنم که بروجردی هستم، لور هستم. خیلی خیلی خوشحالم و خیلی بروجردم دوست دارم. تا چند سالگی اونجا بودید؟ من کوچک بودم برگشتم، ولی خیلی دلم خواهد واقعا زندگی طوری تنظیم کنم که برگردم به بروجرد و شاید اونجا کار فعالیت های هنری اونجا ادامه بدم. انشاءالله، چرا که نه. حالا اونجا صحبت شد، شاید میخوایم یه سالن کنسرت درست کنیم تو بروجرد. چه عالی. آره، حالا این سالن درست بشه حتما میرم اونجا فعالیت هنری من اونجا ادامه میدم. خیلی خوبه. چند سالگی به تهران اومدید؟ کوچیک بودم، 2 سالگی اومدم، ولی خب در این مدت رفتم اومدم. ولی از تهران اون سالها چی به یاد دارید؟ خیلی زیاد نه، خاطرات از اون موقع که تهران بودم خاطرات خوبی نداشتم، چون در محلی که زندگی میکردیم همشون مهاجر که نمیشه گفت، اینا ارامنش موقع مهاجر نیستن تو ایران، چون اینا برگشته بودن تو خونه خودشون هستن. یعنی اینا که اومده بودن از قتل عام، از این زندان های استالین و از این چیزا باشه. خب من تو محیط زندگی میکردم که همشون واقعا یا بچهشون کشته شده بودن یا شوهرشون یا خانوادهشون، یعنی اتمسفر فضای غم‌انگیز بود و من تو اون فضای غم‌انگیز واقعا بزرگ شدم. و الان که شاید سینم 76 سالمه، هنوزم اون درد اون رو احساس میکنم، اون درد اون مردمی که اون موقع داشتن، و تو اون اتمسفر بزرگ شدم. کدوم محله تهران بود؟ من تو منوچهری بزرگ شدم. من هنوزم تو همون محل زندگی میکنم جایی که هستم. ولی خب اون محل برام خیلی خوب بود. خاطراتی که اون موقع داشتم از بچگی، پدر بزرگم دکتر بودن و همیشه رادیو خیلی دوست داشت، رادیو اخبار گوش کنه. بله. و صبح میکرد و من عاشق صبح که میدم میشدم صدای شیر خدا رو میشنیدم، با ضرب زور خواهی میخوند. عاشق این خوندن شیر خدا بودم و از اون روز واقعا لحنش رو ذهنتون هست؟ هنوز هم هست. و واقعا ارتباط من به ایران شاید از طریق شیر خدا بود، از اون غم‌انگیزترین صحنه آمده میبود میخوند ضرب. و از بچگی عاشق میخواستم بیدم گفتم ببینی این موسیقی تو زورخانه میتونی گوش کنی. منم خب نمیدونم تو زورخانه چیه، بچه خود کجا بدون. پر رفتم که زورخانه، عاشق
این محیط زورخانه شدم، از طریق زورخانه فردوسی آشنا شدم، رستم و سهراب آشنا شدم، داستان رستم و سهراب، و عاشق این داستان شدم که بعد 25 سال روی این داستان کار کردم و اینو به اپرا در آوردم. کی شما رو اولین بار برد به زورخانه؟ چایتونم بفرمایید استاد. نمیدونم کی برد، ولی خیلی میرفتم زورخانه، یعنی همیشه میرم، یعنی جایی که واقعا من خیلی خوب دوست دارم که میرم یکی زورخانه است. چرا علامن اون موقع در یک محله متمرکز میشدن؟ همیشه اینطوره در جریان، همیشه وقتی اتفاقی میفته همه جمع میشن در یک محلی جمع میشن. حالا شما ببین کالیفرنیا یه جایی هست که همه روی جمع میبینید چه جمع میشن. خب اون موقع یکی از دلایلی که اون تو بود، چون اون موقع در ایران مسلمانه برادر مسلمان همه تو خونه ها زندگی میکردن، حتما باید یه حیاتی باشه، یه حوضی باشه، همه اینا خونه ها اون موقع حیات بود. ارامنه مهاجر همیشون تو آپارتمان زندگی میکردن و آپارتمان ها بیشتر هم این منطقه بود. درست. بیشتر آپارتمان ها. آپارتمان ها از نوع سبک زندگیشون در روسیه آورده بودن به خودشون؟ نه دیگه، آپارتمان بود خب ارزون تر بود اون موقع، تا بیان هر یا اینا رو جا به جا کنن توی حیاتی و تو اتاقای خب این آپارتمان بود. خب 100% از اونجا همراهشون آورده بودن این. آپارتمان نشین بودن دیگه. آپارتمان نشین میان که بچه دیگه بودن. چی آوردن ارامنه با خودشون؟ ارامنه که قبلا که اومده بودن اولین سینما رو آوردن، اولین تئاتر رو آوردن، اولین واقعا هم هنر رو آوردن، هنر تئاتر و سینما و ارکستر و اینا رو ارامنه آوردن. این شما موقعی که اومدن همینا ارامنه بودن، هنر و بیشتر پزشکا، مهندسین، وزارت امور خارجه، پست، این همه مهندسان آرشیتکت ارامنه بودن. بابوش که اینا مهاجر بودن همیشون بیشترشون، ولی خب اینا فراری از فراری اونجا بودن و اومدن اینجا. خب راهن اینا همه بیشتر ارامنه بودن، ولی در هنر خیلی خیلی بیشتر، چون تو ارامنه بچه حتما باید با یه هنری سرکار داشت. بسیم هیچ تو خانواده رسمش اینه که تو خانواده ارمنی بزرگ میشی، مطمئن میشی، باید حتما یه سازی بزنی یا باید حتما نقاشی کنی یا باید بری تئاتر بازی کنی. یعنی امکان نداره که یه بچه متولد بشه و کار هنری انجام نده. و به خاطر همین خب بعضی هاشون هنر پیشه میشن. و خب اون موقع اولین فیلمی که ساختن ارامنه ساختم تئاتر بود، اینا اینجا راه گشتن و موفق بودن در کارشون و خب تربیت کردن، در دانشگاه درس دادن و امروز حاصل میبینم که چقدر وسعت پیدا کرد. و اگر بخوام از دوره کودکی شما صحبت بکنیم، قاعدتا باید به سالهای آغاز جنگ جهانی دوم برگردیم. آیا شما چیزی از جنگ تو خاطرتون هست؟ خیلی خاطرم یادم این که اولا تو جنگ خودش که پدرم فراری بود، دو تا برادر خودشان که اون موقع نتونستن فرار کنن به ایران، اونا تو ارتش شوروی اومدن که برن آلمان به جنگ برسن. پدرم اونا رو پیدا کرد. عجب. پیدا کرد و یادمه که اونا رو پیدا کرد تو ارتش شوروی و نمیدونم حالا خودش فکر میکنه این باعث شد که اونا رو فرستادن به آلمان به جنگ، چون دیدن این با تو برادر نزدیکم بودن. شاید هم از اون طریق اون سربازا روسی اومدن خونه ما. ولی خب برادرش رو بردن جنگ و اونا مردن. چی شدن از خبر؟ شما این تصویر تو ذهنتون هست روزی که اومدن برادر رو بردن؟ نه تصویر ندارم، ولی میدونم که خونه ما که اومدن سرباز روسی، آخه خیلی سرباز روسی ارامنه رو حتی میدونی چیکار میکردن؟ با هیچ که با هیچ میگرفتن رو تو گونی مینداختن میبردن. اون قدرت ایران خیلی قدرت نداشت. بعدن سالها بعد وقتی یه قراردادی ما بین ایران و شوروی بسته شد، اعتراض کردن دولت ایران که شما اجازه نداشتین تا به ما رو ببرین و آزادشون کنین. من یادمه که خیلیشون که تو سیبری کشته شدن مردن اینا، ولی یه عده برگشتن دیگه، پیر و مریض و اینا به ایران برگشتن. خب اینا غم انگیز بود دیگه، خیلی بد بود. پدر چه کاره بودن؟ پدرم وقتی اومدن اینجا کار بیه، ولی سینما داشتن. تا 12 تا سینما ساختن تو ایران. آره سینما آپولو، سینما خیام تو دربند، آخرین سینماش هولی بود تو لاله‌زار، تو پایین تو لاله‌زار نو بود. عاشق سینما بودم، سینما کار تو کار سینما بودن. و من از بچگی تو سینما بزرگ شدم. و همیشه دلم می‌خواست
یه روز هنرپیشه بشم یا خودم فیلمبردار بشم. خب این خیلی باید خاطره های بامزه‌ای باشه. ولی اگر اجازه بدین، وقتی من رفتم می‌خواستم اشاره کنم، وقتی رفتم اتریش تحصیلات انجام برای موسیقی می‌خواستم واقعا فیلم ادامه بدم، موقع رفتم دوربینای 8 میلیمتری خریدم اینا فیلمبرداری کنم، ولی خب واقعا سرنوشتم بول به طرف موسیقی دیگه. بذارین ببینیم که تو اون سینما ها شما چه خاطره هایی دارین از دوران کودکیتون، ولی فردا شب دربارش صحبت میکنیم. سپاسگزارم که امشب هم خاطرات خوبی داره. بله امشب بیننده ما بودین. تا فردا شب و خاطره های حسن. شب خیر خانم ها آقایان، در یک شب رادیو هفته دیگه با استاد لوئیس چکنواریان گفتگومون رو ادامه میدیم. دیشب استاد از حرفه پدرشون میگفتن که سینمادار بودن و از روزهایی که در کودکی در سینما به قول خودشون بزرگ شدند. چه خاطره دارین از سینماهای استادها؟ خاطره واقعا خاطره که دارم امروز مونده که اون موقع من یه خاطره که دارم خیلی جالب بود. وقتی اولین بار فیلم تارزن آوردن، خب میبردم میگفتن نقاشی ببین فلان، میگفتم ببین نقاشی کنین، بعد بهش گفته بودم فیلم بعدی ما تارزانه. بله. خب بعد وقتم رفته پوستر درست کنه میزدن بیرون خونه اینا، بعد وقت رفته یه نفر آورده که دار نشسته بود داشت تار میزد. خب من نمیدونم که بازن فیلم تارزان چیه. این همیشه یادمه. دومی که در اون موقع سینما ها وسط فیلم میبریدن ترجمه اون صحبت ها رو میزده. بله. و اون موقع آدم رسمش این بود که واقعا همه تخمه یا پسته تو سینما دیگه، صدای پسته و تخمه اینقدر بالا بود که احتیاج نبود که بفهمی که چی داره میگه، نمیفهمیدن چی داره میگه، ولی وسط که همین که اون نوشته میومد یهو صدا قطع میشد، سر صدای پسته و همه چی قطع میشد، یه نفر بلند بلند اونو میخوند همه میشنیدن، بعد همین که فیلم شروع کرد بازم شروع کرد، یعنی آخر فیلم اون سینما پر از زمین پر از یعنی پسته و تخمه اینا بود. این خیلی خیلی جالب بود، خاطرات خوبی دارم. خاطرات بعدی که از سینما دارم که چون پدرم از گفتن از فراری شوروی بودن، اونا که واقعا طرفدارای شوروی بودن و اون موقع تو اون حزب بودن، با دانشی که پدرم بر ضد شوروی مبارزه کرده، تو همون سینما آپولو که نزدیک کاخ مرمر هست، یه روز اومدن انداختن که بکشن، انداختن تو موتورخانه و سوزوندنش. منظورتون توده یا؟ آره توده، انداختن تو موتورخانه و تمام این بدن، نصف بدنش تمام تو آتش، یعنی تمام فقط استخون مونده بود، همون پوستش انداختن به قصد که بمیره، ولی شن ریخته بودن میریختن روش که بعد که اومدن نجاتش ندهش بدن. ولی خب این من یادمه که طول منوچهری ما میرفتیم سر چهارا کند که وای میسدیم، اینا که مورفی میزدن که بتونن شن از بر بیارن، اینقدر بابوش که مورفی میزدن اینقدر داده هر بار پدرم درداشت که ما سر کوچه میشنیدیم. و دو سال بیشتر، سه سال این پاش از گردنش آویزون بود، ولی خب نجات پیدا کرد، ولی نصف بدنش سوزوند، نه تو موتورخانه سوزوندن. این تو ماجرا هم بوده تو سینما، خاطرات خوب و بد. البته این خیلی به سینما ربطی نداشت، این فکر می‌کنم به شب خاطر خاطر اینکه از شوروی از ضد کمونیستا اینا بودن. اون موقع فیلم‌هایی هم بود که سر صحنه موسیقی زنده براش اجرا کنن. دوره من نبود. من اون موقع سر صحنه موزیک اجرا کنن، چرا بچه که بودم چرا بود که پیانو میزدن، یه نفر پیانیست بود وقتی فیلم صامت اینا بود پیانو میزدن. خیلی به نظر کار آوانگارد و مدرنی میومد در اون دوران. نه خیلی مهمه، چون موقعی که فیلم های صامت بود خب موسیقی میزدن. منم خودم 10 سال پیش بعد مود شد در دنیا فیلم های صامتی که اجرا میکردن، ارکستر زنده میشست و اجرا میکرد. خیلی کار سختیه. بله. چون وقتی پیانیست نگاه میکنه صحنه رو میتونه ایمپروویزاسیون کنه، ولی وقتی ارکستر میشینه شما باید در هر ثانیه 24 فریم که میره شما دقیقاً باید رهبری کنه که بیفته. و من تو یونان در دعوت داشتم که با ارکستر زندگی واگنر رو که یه فیلم 2 ساعته بود. بله. و نوتاش موقع نوشته بودن و فیلم صامت بود مال 1910. بله. و من طبق اون نوت با صحنه ما واسه درست
رهبری کنم که تطبیق کنه به اون صحنه. بعد همچین تجربه هم آوردم به تهران، فیلم 1912 و 13 بود، اوتلو مال آلمانیا که درست کردن، بعد تو تالار وحدت با ارکستر، اونو که فیلم سامویت بود بشه که پیانو باشه، ارکستر بود، ارکستر موسیقیش من نوشته بودم، اونو دقیقا تطبیق دادیم با فیلم اجرا میکردیم. البته خیلی خیلی کار سختیه و یک ثانیه عقب بیفتی یا دو ثانیه عقب بیفتی همه به هم میریزه. من ساعتهای مختلف داری، کیوهای مختلف داری، اون حفظ میکنی و ولی اون موقع ارکست نمی نشست که این کاری بکنه، بیشتر یه ساز بود، دو تا ساز بود. بله. ساز ایرانی هم بود هیچ وقت یا نه؟ یادم نیست، ولی خب اینا فکر نمی کنم. ولی خب اونجا بیشتر ساز ضربی بود، مثلا اگه فیلم چارلی چاپلین بود مثلا یه چیز می افتاد بیزن روز، مثلا روز ساز ضربی افکت بیشتر حالت های افکت داشت یا مثلا فرار میکنم. خب قاعدتا مثل هر بچه دیگری وقتی که شما به 6-7 سالگی رسیدین باید میرفتین کودکستان و مدرسه بود ادامه اون. آیا به مدرسه ارامنه رفتین یا نه مدرسه معمولی اون سال؟ ارامنه رفتم تو خیابان جمهوری امروز نادری، اونجا بودم پلو کلیسا ارامنه، اونجا بودم و خب خیلی پسر شلوغی بودم، خیلی خیلی شلوغ بودم. من چه میدونم این کار عاشق میشدم، نمای عاشق هم نیستم فیلم میکرد ازت تو چند سالگی؟ بچگی من همیشه من عاشق بودم در زندگیش تا بمیرم همیشه. من نمیخوام یه روزم به جای برسم که عاشق نشم، اگه اون روزی که عاشق نشم بهتر بمیرم چون معنی نداره دیگه زندگی. ولی خب بچگی بودم نامه های عاشقانه میفرستادم برای دیگران هم مینوشتم. آره مینوشتم و این مدیر مدرسه ناراحت شده بود که چه چگنای لوریس این کارو میکنه، منو بیرون از مدرسه بیرونم کردن. حق داشته. آره بیرون کردن. دیوونه بودم. خب عشق گرفت که عاشق بودن که نفر بیرون نمیکنه از مدرسه، منو بیرون کردن. رفتم بعد پلو مجلس یه مدرسه بود به نام امیر عطابک، حالا فکر کردم که برم اونجا آدم حسابی میشم ولی نمیدونم حالا شدم یا نشدم. یه 5 سال اول رفتم مدرسه عربانه. شیطنت ها فقط به همین نامه ها و اینها محدود میشد یا نه اهل بازی و نمیدونم شیشه شکستن و اینها؟ نه این کار نکردم. نه چیزی مهمی نه. اون موقع مردم میدونی چه مردم از عشق میترسیدن. خب منم شعر میگفتم، شعر عاشقانه میگفتم، موزیک عاشقانه مینوشتم. خب حالا چیکار کنم که مثلا 10 سالمه یا 12 سالم؟ عشق سال نه، سن نداره که. خب شما یکم زود شروع کرده. نه من فکر کنم از بچه که متولد میشه توش عشق هست، اگه نکشن اون عشق توش اونو باید پرورش بدن، باقی عشق توی آدم پرورش بدن و با عشق بزرگ بشه نفر. هیچ موقع آدم، حالا من نمیگم آدم خوبه هستم، ولی هیچ موقعی آدم بدی در نمیازه چون عشق نمیذاره که آدم بدی باشه. فکر میکنم که اگر که ادامه بحثمون رو برای فردا شب بذاریم و باز مردم منتظر نگه داریم که بقیهش رو فردا شب گوش بکنن یکم بهتر باشه. خواهش میکنم. سپاسگزارم و ممنونم از شما که امشب هم برنامه ما رو دنبال کردید. شب بر شما خوش خانم آقایان. امشب هم گفتگوی ما با استاد لوریس چکناواریان ادامه پیدا میکنه. استاد شما کودکیتون در سینما گذشت، پدر سینما دار بودن، طبیعتا وقتی که سینما در زندگی شما حضور داشته موسیقی حضور نداشته، چطور شد شما به موسیقی گرایش پیدا کرده؟ 5 سالگی یادمه که سینما پالاس بود تو خیابان استانبول، اونجا یه ارکستر اومده بود از ارمنستان، منم رفته بودم اونجا، دیدم که ساز ویولون رو دیدم این نفر داشت مینوه، اون موقع نمیدونستم چیه، دیدم زیر چونش گذاشته با داره مینوازه. اون شب که رفتم خونه دو تا مداد برداشتم گذاشتم، یکی زیر چونم یادم بعد یه روزنامه یه چیزی گذاشتم چونم، دیدم هرچی اونجا دیدم اون رو تقلید کردم. و فکر من عشق من به ویولون و موسیقی اون موقع شروع شد. ولی خب اون موقع خیلی غم‌انگیز بود دنیای موسیقی در ایران، چون دنیایی که بود که پدرم خب اون میخواست که من بشم مثلا وکیل بشم، دکتر بشم، این بشم، ولی خب دید که من میخوام موزیسین بشم خیلی ناراحت بود، چون تمام
موسیسیان های تو کافه که میزدن، رستوران میزدن، نه مهاجرای از روسیه و ارمنستان و گرجستان و چک و لهستان نبودن، اینجا موسیسیان های درجه یک بودن، ولی خب به خاطر زندگیشون تو کافه میزدن و زندگی خیلی غم انگیزی داشتن و پدر میترسید که اگر من ادامه بدم موسیقی رو به این صورت به این راه کشیده بشم، خیلی خیلی ناراحت بود از این بابت. ولی خب چطوری مقاومت کردی؟ من خیلی عاشق موسیقی بودم. من از بچگی خیلی جالب بود که شروع کردم رهبری هم کردم، شروع کردم گروه داشتم میرفتم، یه گروه کور داشتم رهبری میکردم. اولین کنسرتی که داشتم 14 سالگی بود، کور داشتم رهبری کردم، بعد موفق بود اون کنسرت. بعد 16 سالگی بود به سرم زد که ارکستر سمفونیک درست کنم. اصلا میدونستم ارکستر سمفونیک چیه؟ آره نوتاشو جمع کردم، موزیسین جمع کردم و یک مسئله عجیب غریبی پیش اومد. جنگ و جدال، هنرستان عالی موسیقی قدغن کرد، نامه نوشت به شهرداری که به مجوز ندن بلیط‌ها رو صادر نکنن، اونجا مجوز ندن، اونجا این در به وزیر فرهنگ آقای پربود نامه نوشتن. یک عجیب غریبی شد. سه بار کنسرت هم عقب افتاد، نذاشتن اومدن در رو بستن. کی حامیتون بود؟ خودم، خودیوانگی خودم. خب به هر حال باید این اوپرا سمفونیک رو تحت پوشش یک جایی. معلم من خانم مانتوفل یه ویولونیست فوق‌العاده بود، خودش مهاجر بود، کلمه روس از روسیه بود. اون من خیلی دوست داشت و خیلی از موزیسیان من دوست داشتن و ارکستر تشکیل داده بودن و مشکل نداشتم من رهبریشون کنم. میگفتم با استاد بازوق اشکال نداره که باش رهبری کنه، ولی خیلی ها رو حسادت و چیز رو میگفتن اجازه نداره تو این سن، اجازه نداره رهبری کنه. کار کشید به آقای وزیر فرهنگ، وزیر فرهنگ و هنر آقای پالبود. اون موقع شکایت کردن، ایشان هم خواستن و من یادم با مادرم رفتم پلوشون، مادرم شکایت کردن، گفتم این پسرم چرا نمیذاره رهبری کنه. گفت آقا پسرت شروع کرده، ارکستر جمع کرده، به هم ریخته، همه چیز کرده. خب بگو پسرت، بگو بیا ببینم که چی این کی هست این پسر که همچین کار کرده. بعد گفت پسرم همینه واسطه بغل این فالوی من دید یه پسر 16 ساله واسطه میشه خندش گیره. گفت همه این شلوغ بلوغه به سر این 16 ساله بابوش دین به من این شهرداری به من اجازه نمیداد، بلیط چاپ بلیط نمیداد. چرا اجازه نمیداد؟ هم به کاری شکایت های مختلف از هنرستان عالی موسیقی و چرا مبنای شکایت چی بود؟ میگفتن شما صلاحیت این کار آره ندارم. صلاحیت ندارم. خب به شما چه ارتباط داره صلاحیت؟ عشقشی که دارم. ببین بعدش اینه که کلو جوونا رو میگیرن، حتما نباید که صلاحیت داشته باشی تو دنیا. صلاحیت اون موقع پیدا میکنه وقتی یعنی شروع کنی یه کارو یاد بگیری که اگه از اول کلوشه بگیری که اون نمیتونه که یاد بگیره که به روزی برسه که صلاحیت داشته باشه. حالا من عاشق این بودم که رهبری کنم کار. بعد یه آقای خدا بخشان بود که بلیطای اون باشگاه آرارات رو ساده میکنه از چیز شهرداری. خب اون آشنا داشت تو شهرداری. بعد رفتیم کنسرتو به ارکستر سمفونیک به رهبری آقای خدا بخشان که دلال بود، به اون مجوز دادن، اون نامه رو دارن. آقای به اسم آقای خدا بخشان که دلال بود به اون مجوز دادن که رهبری کنه. کسی به شما ندادن؟ به من ندادن. بعد به اسم اون بعد رفتم و این کنسرت رو خیلی هیجان بود. یعنی چند دفعه روزنامه نوشتن این کنسرت چی شد چی شد. بعد اون کنسرتی که اون روزم دادم اینم رفت گور زد که آقا من گفتن این کنسرت چک نکن. نه خدا بخشان رهبری میکنه. کلانتر استرم بغل اون سالن بود که من بودم، اونا فکر نمی‌کردن که منم اونجا رهبری می‌کنم. تا اونا متوجه شدن که منم تو اومدن که جلوشو بگیرن، کنسرت تمام شده بود. یعنی اون موقع هم کلانتری اینا بر کنسرت ها آره باید مجوز می‌بردی به اونجا میدادن، به کلانتری میدادی خب که اجازه بدن کنسرت. خب من که مجوز که نداشتم، اونا که دستور داشتن که من کنسرت ندم، ولی خوب به خدا بخشان این اجازه دادن. این خودش دلال بود. داری درباره چه سالی صحبت می‌کنی دوست؟ این سال 1954، یعنی تقریبا میشه گفت که 55 سال پیش. یعنی فکر می‌کنم موقع من 16 قاعدتا میشه سال 1332 تقریبا. خب تو اون بحبوحه سال‌های 1331 32 اون همه مسائل سیاسی مختلف، آیا مجالی برای اینکه مردم بیان مثلا برن موسیقی کلاسیک بشنون در یک سالونی ارکستر سمفونیک وجود داشت؟ خب ایده زیاده. خب بیشتر مردم که میرفتن کنسرت میرفتن اون موقع بیشتر ارامنه بودن یا مثلا مهاجرای روس بودن، اینا بودن. تعداد زیاد کمی هم
مسلمان ها بودن ولی بیشترشون اینا بودن، آسوریا بودن، آرامدی یا کلیمیه بودن، اینا بودن. ولی میخوام بگم که بود کنسرت بود و مردم میادن. و شما تو اون سالها تحت تاثیر ماجراهای سیاسی حاکم بر کشور نبودین؟ همه ما بودیم، نمیتونه که نباشیم، همه ما یه طوری بودیم، همه یه طوری بودیم. ولی کار خودمون انجام میدادیم، کنسرتامون انجام میدادیم و مردم به کنسرت ها میامدن. آیا وقوع کودتا شما رو دل سرد نکرد؟ نه تأثیر نداره. شما موسیقیش موقع نمیمیره. شما باورتون بشه که موقعی که جنگ، موقعی که بدترین جنگ که میشه، هنوز کنسرت تنها چیزی که نونوایی و کنسرت درش نمیمدن. فکر کنید اصلا ارتش نازی ها که رسیده به لینینگراد، در سرحد لینینگراد رسیده بودن، 10 کیلومتری 5 کیلومتری لینینگراد بودن، اون شب، همون شب مردم به جای که فرار کنن تو خونه یه جا فرار کنن، اون شب همه رفته بودن کنسرت فیلارمونیک لینینگراد رو گوش میکردن، سمفونی لینینگراد رو گوش میکردن، نوشته آقای شوستاکوویچ بود. منم که تو ارمنستان بودم 2-3 سالی که اونجا واقعا نه برق بود، نه نون بود، نه این بود، دولت ایران کمک میکرد، ولی در اون سالی که استقلال پیدا کردن 2-3 سال تو ارمنستان، واقعا من خودم با چشمم دیدم که مردم حتی اعضای خانوادهش که میوردن تو پارک، پول نداشتن، جا نداشت که نر دفن کنن. یعنی وضع ارمنستان خیلی وخیم بود، نه نون بود، نه آب بود، نه این بود، ولی سالن کنسرت پر بود. عجب. پیاده می اومدن 10 کیلومتر 5 کیلومتر مردم می اومدن، ولی سالن کنسرت تنها جایی که نور داشت، برق داشت که کنسرت اونجا بود. ببین کنسرت یه غذای روحه. بله. و وقتی خبرنگارا اومدن پرسیدن از مردم که گفتن که آقا خب این چک نوریان که رابطه تمام ساختمون اینقدر برق که اینجا استفاده میکنه، شما اصلا برق ندارین چیه؟ گفتن تا اون موقعی که اون کنسرت اونجا هست ما هم زنده ایم. این فرهنگ خیلی چیز مهمه. درسته. در یک اجتماع، در یک برای مردمه. پرسش بعدی من استاد، من اون موقع تو ایران که بودم ازت بخوام که اون موقع تو هم مسائل سیاسی هم که بود، تئاتر بود مثلا تو تئاتر و کنسرت هم بود. پرسش بعدی من درباره اینه که اساسا چی شد که در اون شرایط فرهنگی شما به سمت نوع خاصی از موسیقی گرایش پیدا کردین که چندان طرفدار نداشت شاید، یا به عبارت دیگه موسیقی قالب نبود، موسیقی قالبی که از رادیو پخش میشد خب نوع موسیقی بود که طبیعتاً وکال بود و بیشتر موسیقی ایرانی بود. چه دلیلی باعث شد که شما به این نوع موسیقی گرایش پیدا کنید؟ اما اگر اجازه بدید جواب این پرسش رو فردا شب به ما بدید. با کمال میل. سپاسگزارم از شما. شب بخیر. خانم آقایان سلام و درود بر شما. امشب هم گفتگوی ما با استاد دوریس چکناواریان ادامه پیدا میکنه. استاد دیشب گفتگوی ما اینجا به پایان رسید که من از شما پرسیدم که چرا در حالی که یک نوع خاصی از موسیقی مورد توجه مردم و حتی رادیو بود در اون سالها، اما شما به سمت موسیقی کلاسیک تمایل پیدا کرده. ببینید من همیشه به این فکرم که شغل آدم خودش نیست که انتخاب میکنه. بله. این از خداوند میاد، یه الهامی است که میابد میده. ما نمیتونیم خودمون انتخاب کنیم واقعا. بعضی چیزا خودمون انتخاب میکنیم، ولی بعضیا این در خصوص در هنر ما نیستیم که انتخاب میکنیم. این تو وجود ما هست. بله. و ما باید دنبال اون بریم. و من احساس میکنم از بچگی دنیای من موسیقی بوده. ولی موسیقی کلاسیک من بیشتر دوست داشتم، چون موسیقی کلاسیک خب یک موسیقی علمیه. کجا گوش کرده بودید موسیقی؟ موسیقی کلاسیک اون موقع تو تهران خیلی جالب بود. ما میرفتیم صفحه های 78 دور میخریدیم با گراموف، مثلا یک سمفونی بتوون، سمفونی 5 بتوون میخواستیم گوش کنیم 30 دقیقه، شاید ما 10 تا صفحه میبایستیم عوض کنیم. بس. هر صفحهش 5 دقیقه 7 دقیقه میزدیم، بعد باید در میوردیم سوزانش عوض میکردیم، کوک میکردیم، بعد اجدا. یعنی یک سمفونی که نیم ساعت بود شاید 2-3 ساعت طول میکشید تا این گوش کنیم. ولی به این صورت واقعا من با وجود این عاشق موسیقی قد بودم و دوستانم که ما حتی کلوب درست کرده بودیم که جمع میشدیم دور هم دیگه مثلا سمفونی بتوون گوش میکردیم. خیلی جالب بود برای منم که اون موقعی که من حد 10 سالم بود چطور مثلا میشنیستیم سمفونی بتوون گوش میکردیم، سمفونی مثلا موزارت گوش میکردیم. خب سنگینه. ولی من
از اون اولش موسیقی کلاسیک دوست داشتم. موسیقی ایرانی رو هم دنبال میکردید هم زمان یا نه؟ نه کمتر. حتی به فولکلور ارمنی هم بیشتر کلاسیک. موسیقی کلاسیک برای من جالب بود و خب موسیقی کلاسیک موسیقی واقعا مثل اقیانوس بیشتر از ما یه چیز فوق‌العاده همش علمه تو حرف علمه و من همیشه کلاسیک دوست دارم گوش کنم. موسیقی رو به شکل آکادمیک چطور دنبال کردید؟ آکادمیک وقتی همین جالبی بود که وقتی اینقدر عاشق موسیقی بودم و میخواستم برم حتما تحصیلاتم ادامه بدم، پدرم میخواست حتما برم من وکیل یا دکتر بشم. من دیگه خسته شدم از اینکه جنگ و جدال با خانواده داشت باشه، یه روز دوچرخه برداشتم و فرار کردم. خواستم برم فرار کنم، از ایران فرار کنم و با دوچرخه برم. چون یه لفه یه مرد ارمنی بود اون موقع با دوچرخه تا پاریس رفته بود، من گفتم اگه اون تونست با دوچرخه تا پاریس بره خب منم میتونم برم. بعد تو را منو گرفتم برگردم و دیدم پدرم که دیگه خیلی عشق علاقه به موسیقی دارم، گفت پس تنها چیزی که میتونم انجام بدی پس باید بری خارج واقعا موزیسین خوبی بشی و از این محیط کافه اینا نباشه. و خب عازم اتریش شدم، 6-7 سال اونجا بودم، فارغ التحصیل اتریش شدم. سخت بود برای خانواده که شما رو به اتریش بفرستن یا نه؟ اون موقع سخت بود، خطرناک هم بود چون هنوز اتریش اون موقع متفقین بودن اونجا تو اتریش. آه هنوز جنگ بود؟ متفقی نه، جنگ نبود ولی خب دیگه اتریش به دست متفقین بود. ولی خب من وقتی رفتم اونجا بعد از اون که فارغ التحصیل که شدم اومدم ایران، یک دو سال اینجا بودم، رئیس صداخانه موسیقی بودم. اون موقع شروع کردم به مطالعه رو موسیقی ایرانی. بله. ولی من همیشه مطالعه من بیشتر رو موسیقی خیلی جالب بود. همه میگن باورش خیلی جالب. دو تا موسیقی برای من از بچگی جالب بود و اساس کار من روی رستم و سهراب همین این دو موسیقی بوده. نه دستگاه موسیقی ره، نه موسیقی سنت. چه جور موسیقی؟ یکی محرم، چون موقع محرم این دسته ها که می اومدن تو خیابان سعدی و فردوسی که می اومدن اینا اینقدر بزرگ بودن تکون می دادن خیابان با اون تبلشون با اون سنجشون. من از اون ساز سنج و تبل و اینا با ترومپتشون شپورشون عاشق این بودم و بعدن کلی جمع‌آوری کردم، یعنی بزرگترین جمع‌آوری من دارم. بعد حضورخانه این دوتا، این کلاسیک موسیقی کلاسیک یاد گرفتم، ولی این دوتا عامل تو موسیقی من تو رستم و سهراب و کارهای دیگه این سازهای ضربی و سنجینه همیشه هست. درسته. از بچه از دوره بچگی چه ریتمی چه ملودی از موسیقی مذهبی روزهای محرم تو ذهنتون هنوز هست؟ مثلا اون یکی بود که خیلی عالی بود، مثلا تو خود رستم حسین ما در کربلا کشته شد، حسین ما در که میخوندن کسی نمیدن، مثلا این یه چیزی با همین حسین ما در کربلا کشته شد، اون این ملودی اینقدر زیبا بود، اینقدر گیرانه بود که من تو رستم و سهراب اون استفاده کردم، شعرش عوض کردم، کنون رزم سهراب و رستم شنو، کنون رزم سهراب و رستم شنو، دیگر ها شنیدستی این همشنو. روی اساس مذهبی تشی جنازه سهرابم روی موتیوای اون چه روشه موتیوی اون هم موتیوی مختلف عزاداری بود، ولی سه نبرد رستم و سهراب بر اساس زورخانه بود. زورخانه که ما میریم تو زورخانه مثلا دو پا بود سه پا بود سنگیر میزنن میل میندازن اینا ریتمای مختلف که کباده اینا رو که بود چرخ این ریتمای هر کسی هر چیزی یه ریتم داره برای خودش. اینا رو من همه رو جمع‌آوری کردم و اساس این سه نبرد پدر و پسر رو اساس این زورخانه موسیقی زورخانه اون رو واقعا دوست دارم. مثلا امروز هم که هنوزم هست وقتی مثلا دسته ها که میرن، البته اینقدر الان اینقدر اصیل نیستم مثل اون موقع، با وجود اون موقع واقعا اینا که می اومدن تکون می دادن و من خیلی می رفتم مثلا شاه عبدالعظیم و تزیه ها می رفتم، تزیه های مختلف. مثلا اواخر چند سال پیش که رفتم تزیه گوش کنم، تزیه امام حسینه که گوش کنم، اجازه گرفتم که برم گوش کنم، اجازه نرفتم. شمر که سردسته این گروه بود بود، بعد گفت که آقای چکنامه بیا دنبال من بریم، حالا اونجا بریم تو شهر از این کوچه شاه عبدالعظیم، چه میدونم نمیدونم دو متره دو متر چقدر پرش تو آره تو کوچه که ما رفتیم دو متر بود، این سر اسب نشسته بود، من هم توشتش بودم و دوستم، دیدم دو نفر آمدن جلوی اسب گرفتن و شروع کردن پشت گریه کردن خواهش کنه. من نمیشنیدیم که چی داره میگن اونا.
خلاصه بعد از یه 10-15 دقیقه اونا رفتن و من رفتم گفتم ببین حالا اسمش میاد ولی رولشم رو باز میکنه با لباسش. گفتم جریان چی بود؟ و هیچ موقع یادم نمیره. گفته بود چلا اسب من گرفته بود، میگفته تو رو خدا نکشی به ما بسید درشن گیره میکرم، میگم تو رو خدا بر نگر، تو رو خدا بر نگر. میبینه این خیلی مهمه، خیلی این حس، این حس خیلی مهمه، متوجه هستی؟ این حس ایمان در هر چیزی در زندگی آدم که ایمان داشته باشه، اون ایمان خیلی مهمه به هر چیزی که ایمان داره. و این آدم ها بزنید دوتا آدم معمولی نمیفهمیدن که این تازیه بازیه، یه تئاتره، یه تئاتر موزیکاله، واقعا بگن چیز جدیه. این حالا این شما باید بره امام حسین بکشه، ولی یعنی اینقدر باورپذیر کرده. من خوب من خیلی چه 50 تا تازیه من جمع آوری کردم. و خب اینا رو من بیشتر ارتباط به این دارم تا به دستگاه های موسیقی ایرانی، یعنی به موسیقی سنتی اینقدر ارتباطم اینقدر نیست چقدر به موسیقی مذهبی و به موسیقی زورخانه. اینا دوتا برای من هر آن که بشنوم خیلی چیزی جالبه که بود. اواخر تو خانه هنرمندان بودم، بالا بودم، صدای مرشد شنیدم. گفتم خدای نفهمید آخه اگه این مرشد چیر خدا باشه بابا اون که 100 سالش باید باشه الان چطور ممکنه بخونه؟ ولی صداش صدامش شیر خدا بود. یعنی هیچ شک نداشتم که شیر خداست، چون اینقدر اینو تو رادیو شنیدم که شک نداشتم. هی به این دوستم میگم بابا شیر خدا اینجا چی کار داره میکنه؟ خب این شیر خدا میگفتن نه شیر خدا یعنی چی شیر خدا؟ گفتم باید برم. ولی کلام همه رو گفتم باید برم ببینم چیه جریان. رفتم اونجا بود، دیدم یه مرد جوونی 40 ساله دارم 40-45 سالش بود داشت میزد. رفتم گفتم ببخشید این نوع خوندن شما اسم شما چیه؟ گفت اسم من شیر خداست. گفتم یعنی چی؟ گفتم عموی من بود، عموش بود، ولی پدرش نبود عموش، ولی اینه یعنی مو نمیزد صداش، طرز ضربش خیلی جالب بود برای من. یه نوستالژی خیلی عجیبی بود برای من تو خانه هنرمندان شعر گوش کنم. ولی خب همین تزیه هم خیلی خیلی برای من جالبه، اینا خیلی الهام بخشه. و بعد از اون ادامه دادم روی اساس تزیه اپرای رستم اسفندیار رو نوشتم. درسته، بزن رستم اسفندیار رو فرد شب به صحنه بیاریم. شب خیر، خدا نگهدار.